درود فرمان خدمتتون عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خبری که از تقریبا دیشب تا الان خیلی تاثیرگذار بوده در بازارهای مالی و حتی میتونه هفته آینده در بازار بورس ایران هم تاثیر بذاره، خبر رأی مثبت مجلس نمایندگان آمریکا به طرح تحقیق استیضاح بایدنه. یعنی یه جورایی مجلس نمایندگان یک گام به استیضاح جو بایدن نزدیکتر شده. میبینید که 14 ساعت پیش این خبر رو بی بی سی گذاشته، 9 ساعت قبل خبر آنلاین گذاشته و همینجور در سایت های مختلف داره به این قضیه پرداخته میشه. قضیه به این صورت هستش که نمایندگان با 221 رأی موافق در برابر 212 رأی مخالف به قطعنامه ای رأی مثبت دادن که مجلس نمایندگان رو ملزم میکنه در ارتباط با تحقیقات خود درباره سوء استفاده بایدن و خانوادهش از موقعیت و نفوذ سیاسی خودشون در ارتباط با دریافت رشوه رسیدگی ها را ادامه بدن و یه جورایی خب شاید این قضیه در نهایت به استیضاح بایدن بینجامد. البته اینا خدمتتون عرض کنم، بایدن یه چیز بودی یک سال دیگه، دقیقه فیکس یک سال دیگه، چون آذر سال آینده قراره که بالاخره انتخابات بعدی باشه و قطعا رئیس جمهور دیگری برای آمریکا انتخاب بشود و شاید این استیضاحه هیچ وقت به نتیجه هم نرسه تا اون موقع، ولی در هر حال چند تا مورد هستش که خدمتتون عرض بکنم. از دیشب تا حالا که این خبر اومده، دلار آمریکا به شدت سقوط کرده، به نحوی که میبینید الانه به پایین ترین حد خودش تقریبا از ماه آگست تا الان رسیده، یعنی از مرداد تا الان روی قیمت 102 دیده نشده بود دلار و حتی دفعه قبلی که همین اواخر ماه نوامبر بود تا 102.5 پایین اومد، مجدداً به سمت بالا حرکت کرد و الانه با شیب بسیار شدیدی داره میاد پایین. یعنی با این شیبی که داره میاد پایین، احتمال داره که حتی روزهای آینده اون کف قبلی خودش حدودای 99 رو هم بخواد بشکنه و پایین تر بره. خب بستگی باز به اخبار داره به چه صورتی پیش خواهد رفت، ولی در حال در یک کانال نزولی فعلا دلار افتاده و این خبرم این قضیه رو تشدید کرد. به دنبال اون بقیه ارزها در برابر دلار میبینید که چگونه جون گرفتن. این پوند در برابر دلار تقریبا میشه گفتش که بالاترین حد خودش اون هم از ماه آگست دست یافته و خب 1.273 عددی هستش که برای نسبت پوند به دلار دیده میشه. تمام جوف ارزها هم تا همین نسبت رو الان دارن و کندل سبز این شکلی رو تقریبا همشون امروز زدن، دیشب هم که همین گونه و احتمال داره که برای فردا هم این قضیه ادامه داشته باشه. طلا رو هم میبینید که در حالی که دیروز به حدودای 1970 دلار رسیده بود، مجددا با این کندل سبز خیلی عالی دیروز تا 2025 دلار، امروز هم تا حدودای 2047 دلار رو بالا اومده و احتمال داره که این بار مجددا بخواد به سقف قبلی خودش که تقریبا یه 7-8-10 روز پیش به اون رسید، یعنی 2140 دلار هم نزدیک بشه، 100 دلار دیگه بیاد بالا، تقریبا اون سقف جدید رو خواهد زد و همه اینا نشانه تضعیف دلار هستش. خب از طرفی برای بورس ما هم تأثیراتی را این قضیه خواهد داشت قطعا. اولین تأثیری که به صورت حالا سریع شاید این قضیه، یعنی افت دلاری جهانی دلار داشته باشه، این هستش که فلزات اساسی پتروشیمی ها و بقیه مواد هم در برابر دلار قدرت میگیره قیمتشون و بالا میره، همونجوری که طلا بالا اومده، مس گرون میشه، فولاد گرون میشه، پتروشیمی گرون میشه، همه این مواد قطعا قیمتاشون بالا میاد.
چون که همیشه به این گونه بوده و خب این یه طرف ماجرا هستش، ولی این ماجرای ما با دلار تقریبا یه ماجرای دیگه هم هست، یعنی یه طرف دیگه هم داره و شاید این طرفش تأثیر بیشتری بخواد روی بورس بذاره. حالا باز بایستی ببینیم که تا چه اندازه این استیضاح جدی خواهد شد. مهمترین قسمتش اینه که این آقای ترامپ یه رقیبی، این آقای بایدن یه رقیبی داره به نام ترامپ، که خب این بایدن از وقتی اومد سر کار قطعا یه مقداری سختگیری ها نسبت به ایران نسبت به ترامپ کمتر شد. من نمیگم از بین رفت، ولی خب قطعا اونجوری که ترامپ داشت سختگیری میکرد و پاشو گذاشته بود روی گاز، میشه گفتش که بایدن این پا رو از روی گاز حداقل برداشت به این صورت. حالا نمیگیم خیلی هم راهگشا بوده، ولی اگر که قرار باشه ترامپ بیاد روی کار و سیستم دموکرات نباشه برای 4 سال آینده، یعنی 4 سال دیگه دموکرات ها برن کنار و 4 سال آینده منظورم از سال دیگه است، یا حتی زودتر دیگه، حالا شما در نظر بگیرین که اینها یه پیش زمینه هستش برای اینکه بخوان جمهوری خواه مجددن جون بگیرن و بیان جلو. البته اون طرف خود ترامپ هم اوضاع خیلی جالبی از نظر سیاسی در آمریکا نداره، اون هم اتهامات خیلی زیادی باهاش هست و خب قطعا اگر بایدن نشه شاید ترامپ هم نشه. حالا این هم در نظر بگیریم، نمیگیم قطعا اگر بایدن نشه قطعا ترامپ بشه، شاید ترامپ هم برخواه با این مشکلات و چالش ها نتونه بیاد بالا، ولی در هر حال اگر که دموکرات ها با مشکل و چالش مواجه بشوند و این چالش روی ما جدی بشه، احتمال اینکه سال آینده مجددن یک به صلاح رئیس جمهور جمهوری خواه، حالا ترامپ هم نه ولی شخصیت دیگری که هم حزبی او باشه بیاد سر کار، خب این یه مقداری برای اقتصاد ما، برای قیمت دلار و بقیه موارد در ایران چالش برانگیز خواهد شد. البته پیش بینی شده که اگر که ترامپ بیاد دلار تا قیمت 150 هزار تومان هم جا داره که سال آینده بالا بره. این هم ببینید در حال پیش بینیه، ما نمیگیم قطعا هم اینجوری میشه. حالا اگر جمهوری خواهم بیاد شاید 150 نشه ولی مثلا به 120 تومان برسه در ایران. قطعا فشار بیشتر از دموکرات ها خواهد بود و نکته چالشی این قضیه اینجا فقط برای ما به وجود میاد که شاید بالاخره بورس را تحت تأثیر خودش قرار بده. ولی چیزی که هست اینها بلند مدت بعد، یعنی بیشتر چند ماه طول میکشه، چون حالا این رأی هم که رأی مثبتی باشه به استیضاح بایدن، به تحقیق استیضاح بایدن نه استیضاح، اگه خود استیضاح بود چه اوضاع خیلی ناجور، ولی خب این تحقیق به نظر من این چیزی نیستش که به سرعت اتفاق بیفته، شاید 4 ماه 5 ماه طول بکشه و بعدن اون موقع بخواد اعلام کنن که حالا استیضاح میکنیم یا نمیکنیم، حالا دوباره اون بشود یا نشودش هم شاید 2-3 ماه طول بکشه که اصلا توی این به صلاح پروسه خود ریاست جمهوری بایدن تمام شده رفته و همه اینا پیش زمینه هستش که سری بعدی جمهوری خواها میخواند بیان و بالاخره قدرت رو حالا توسط ترامپ یا شخص دیگری در دست بگیرن و بالاخره بازی‌های سیاسی یه جورای بگم بگمشونه. الان بگم بگم اونجا هم شروع شده در آمریکا و کار داره بالا میگیره و ببینیم که واقعا کدوم طرف موفق میشه. خب حالا بیایم حالتی رو در نظر بگیریم که این شخص رئیس جمهور بشه، حالا یا بعد از استیضاح چند ماه دیگه یا اینکه انتخابات سال آینده ای آمریکا و در حال دلار به سمت 150 هزار تومان حرکت بکنه، 150 تومان بشه. خب تأثیری که میتونه در بورس داشته باشه، با گرون شدن دلار ما همیشه شاخص هم بالاخره بعد از یک توقفی حرکت کرده، حالا برخی از اوقات تا حرکتش سریعتر از دلار بوده، یه مقدار کمتر و یواشتر رفته بالا، ولی خب بالاخره حرکت کرد. از طرفی خب شاید رونق اقتصادی با مشکلاتی مواجه بشه، یعنی کارخونه ها با
کمبود مواد اولیه مواجه بشن، تحریم ها شدت پیدا بکنه، یه جورایی اقتصاد با چالش مواجه بشه. بنابراین از یه جهت به قول معروف شاید برای بورس خوب باشه و از یه جهت جریان جالبی نباشه، ولی خب هر چیزی هستش به نظر من به سرعت اتفاق نمیفته، ولی میتونه هفته آینده این خبری که الان اعلام شد بالاخره تأثیر متفاوتی را در بورس ما هم ایجاد بکنه. و حالا از طرفی خب همونجور که دیدید قیمت فلزات جهانی بالا میره، از طرفی هم ترس اومدن ترامپ برخی از افرادی که بلند مدت دارن در بورس سرمایه گذاری میکنند را به این سمت بره که سرمایه خودشون را به سمت دلار یا اینکه از بورس خارج بکنن. خب قطعا این نوع خبرها همونجوری که در دنیا بازارهای جهانی را با چالش مواجه کرده، در حال میتونه که بورس ما را هم با چالش مواجه بکنه. منتظر نظرات شما در این ارتباط هم هستم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.